سه عضو گروه سنی های تندروی داعش پس از بازداشت توسط طالبان با اشاره به اینکه در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیده اند اعتراف کردند پس از اتمام دوره آموزشی برای انجام عملیات انتحاری به افغانستان فرستاده شدند تن از افراد عضو گروه سنی های تندروی داعش با نامهای های محمد هارون عبدالکبیر و رسولی که دو نفر آنها از افغانستان و یک نفر دیگر اهل تاجیکستان است اعتراف کردند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در پاکستان برای انجام حملات به افغانستان فرستاده شده بودند در ویدیویی از اعترافات این ستان که توسط رسانه المرساد پخش شد رسول در اعترافاتش میگوید که اهل تاجیکستان است و از طریق تلگرام به کشور پاکستان دعوت شده و در کوههای بلوچستان در پایگاه گروه سنیهای های تندروی داعش به مدت یک و نیم ماه درسهای عقیدتی خوانده و پس از آن به افغانستان فرستاده شده است همچنین محمد هارون که اسم مستعارش در داعش ابو زید بوده اعتراف کرده که در عملیات متعدد داعش از جمله حمله به کارمندان دادستانی کل طالبان در کابل حمله به کارکنان ریاست امور زندانها در کابل حمله در باشگاهی در دشت برچی و نیز حمله به توریست های خارجی در ولایت بامیان دخیل بوده است